وقتی پتروس میگه که مردم مرا کی میدانن به عیسی و توضیح میده که تو کی هستی به یه جایی میرسه میگه اوکی ول کن تو چی میدونی؟ تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آمین. تو مسیح پسر خدای زنده هستی. عیسی به او گفت خوش به حال تو ای شمعون بن یونا، زیرا جسم خونی رو بر تو کشف نکرد. اینو همینطوری نفهمیدی، دانش زمینی نبود، بلکه پدر من که در آسمان است و من نیز تو را میگویم که تو ای پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم. کلیسای کاتولیک یه زمانی فکر کرد که وقتی داره میگه پتروس یعنی صخره، کلیسا روی پتروس بنا شد و این یه فریبیه که متاسفانه بعضی موقع من شنیدم. حتی خادمین ایرانی، خواهش میکنم خوب گوش کنید، پیغامو گوش کنید. وقتی حد موقع بعضی شبانها خودشون نمیدونن تفلکیا، شاید الهیات درستی ندارن یا شاید نمیدونن قلب دارن، خدا رو دوست دارن، میخوان خدا رو خدمت کنن، چهار نفر رو جمع میکنن، برکت میدن، بشارت میدن، اما چیزی نمیدونن. به همین دلیل چیزی هم دارن به مردم بدن. مردمی هم که از اونها میگیرن، تفلکی ها چی یاد میگیرن؟ همون چیزی که اشعارشون دارن میشنون. ولی این چیزی که کلام خدا داره به شما میگه، خوب گوش کنید. بعضی مواقع آره فکر میکنیم که کلیسا بر پتروس بنا شد و این یه فریبه که در واقع در قرون وسطا اتفاق افتاد و کلیسا فکر کرد و کلیسای کاتولیک به طور خاص فکر کرد که در واقع کلیسا روی پتروسه. پس اگر روی پتروسه، ما هم پیروان پتروسیم و پاپ نماینده پتروسه، جانشین پتروس و پتروس و پتروس و پتروس آقای پاپ برداشته اومده، پس کلیسا روی ما. برای چی گفتن کاتولیک؟ کلیسای کاتولیک یعنی کلیسای جامعه، کلیسای جامعه یعنی کلیسای پایه، کلیسای پایه یعنی کلیسای صخره، کلیسای صخره یعنی کلیسا روی چی بنا شده؟ روی کاتولیک بنا شده. کاتولیک کیه؟ پاپ واتیکان. خوب گوش کنید، در واقع کلیسا رو کی بنا شده؟ روی انسان. خراب بشه کلیسایی که روی انسان بنا بشه، اون کلیسا کلیسای لاودوکیه است که عیسی درش نیست و پشت در ایستاده میگه میکوبم. کلیساست اما صاحبش داخلش نیست، عیسی پشت دره. چه کلیسایی که عیسی پشت دره؟ و این فریبی بود که متاسفانه تاریخ کلیسای در واقع خورد و امروز هم همینه. پس این داره چی میگه؟ میگه تو هستی پتروس و بر این صخره، کدام صخره؟ بر این صخره، کدام صخره؟ این اعترافی که تو کردی پتروس، من هستم پسر خدای حی، روی این کلیسا بنا میشه. آمین. یعنی روی من، روی عیسی بنا میشه.